تیپ دو مسائل انرژی درونی. تو این تیپ میخوایم در مورد سوالهایی صحبت بکنیم که توش در مورد WF به ما یه سری اطلاعات میده، یا اصلا خود WF از همون میخواد. WF چی بود؟ کار نیروی استکاک، کار نیروی مقاومت هوا، یا اصلا مقدار انرژی تلف شده، همون مقدار انرژی که تو تعریف انرژی درونی گفتیم به انرژی درونی جسم تبدیل میشه و اون محیط یا سطحی که باش در تماسه. پس بریم تو قالب چند تا مثال مختلف این موضوع رو با هم بررسی کنیم. دقت کن، مثال اولو. توپی به جرم نیم کیلوگرم را از ارتفاع 8 متری بدون سرعت اولیه رها می‌کنیم. اگر کار نیروی مقاومت هوا ضمن سقوط برابر منفی 4 جول باشد، توپ با سرعت چند متر بر ثانیه به زمین برخورد می‌کند. خب ببینید بچه‌ها، توی این سوال مقدار انرژی تلف شده یا همون کار نیروی مقاومت هوا، یا ساده بهت بگم همون WF، اونو به همون داده -4. خب نیم کیلوگرم جرمش ارتفاع اولیه بدون سرعت اولیه هم رها شده، پس بهتره براش یه دونه شک بکشیم. جسم مثلا در ارتفاعی قرار داره، سرعت اولیهش هم صفره و میاد به سمت پایین سقوط میکنه تا 8 مترشو طی بکنه. ارتفاع اولیهش 8 متره. از اونجایی که مقدار انرژی تلف شده یا کار نیروی مقاومت هوا رو داده، من باید بنویسم WF مساوی E2 منهای E1. ببین این تیکش خیلی مهمه، دقت کن. کی ما باید این رابطه رو بنویسیم؟ زمانی که به من بگه این مقدار انرژی در طول مسیر تلف شده، این مقدار کار توسط نیروی مقاومت هوا انجام شده، این مقدار کار توسط نیروی استکاک انجام شده. هر کدوم از اینا رو بهت گفت، بهتره بنویسی WF مساوی E2 منهای E1. مجهول داخل اینه، چون اینو بهت داده، تو در مورد اینا هم یه سری اطلاعات میتونی بنویسی، بنابراین مجهول تو به راحتی میتونی پیدا کنی. مجهولمون چیه؟ گفته توپ با چه سرعتی به زمین میخوره. خب بریم بررسی بکنیم. نقطه ثانویه نقطه‌ای که زمینه، بنابراین U نداره و فقط K داره. نقطه اولیه ارتفاع داره و سرعت نداره، پس فقط U داره. ببین چی می‌نویسم؟ میگم K2 به جای E2، U1 به جای E1، پس میشه K2 منهای U2. حالا فرمولاشو می‌نویسم: 1/2 M V2 منهای MG H1. ببین مجهول کجاست؟ اینها سرعت ثانویه، بقیهش هم همه رو دارم، با یه عدد گذاری ساده میتونم حلش کنم. دقت کن، WF مساوی 1/2 MV22 منهای MG H1. حالا عدد میذارم، WF منهای 4ه، منهای 4، 1/2 جرمش نیمه، سرعت ثانویه رو نمیدونم، به توان 2 منهای جرم یعنی نیم ضرب در 10 ضرب در 8 که ارتفاع باشه. درست شد؟ اینو اگه حلش کنم 36 میشه اون ور تساوی. ببین اینو حساب کردم شده چقدر؟ 8 ضرب در نیم میشه 4، در نیم میشه 40، بردمش اون ور تساوی شده 40 منهای 4 یعنی 36. اینجا هم 1/2 ضرب در نیم شده 1/4 رو. حالا اگه طرف این وسط این کنم، V2 به توان 2 میشه 144 و V2 میشود 12 متر بر ثانیه. پس چون کار نیروی مقاومت هوا رو داده، نوشتم WF مساوی E2 منهای E1 و E2 و E1 رو بازشون کردم با توجه به نقاطی که جسم در اونجا قرار داره. بریم مثال بعدی. وزنه ای به جرم 2 کیلوگرم از نقطه A رها شده و با سرعت 4 متر بر ثانیه از نقطه B میگذرد. اگر در هر متر از مسیر وزنه 6 جول انرژی از دست بدهد، مسیر آب چند متر است؟ خب دقت کن، سوال بسیار قشنگه. میگه که جرمش 2 کیلوگرمه، از نقطه A رها شده، یعنی سرعت اولیه نداریم، با سرعت 4 هم رسیده به سطح زمین پایین پایین، پس اینجا سرعت داره، K داره، U نداره، ارتفاع اولیه‌اش هم که داریم میبینی 5 متره. بعد گفته تو هر متر، یعنی هر 1 متر 6 جول انرژی از دست میده، این مسیر آب چند متره؟ خب من ببینم در ابتدا چه انرژی داشته که قطعاً چی بوده؟ U بوده. در انتها چه انرژی داشته که قطعاً K بوده. حالا بررسی کنم ببینم در طول این مسیر کلن چقدر انرژی از دست داده، یعنی WF
ببین دارم میگم کلن چقدر انرژی از دست داده، یعنی کار نیروی استکاک انرژی تلف شده. پس ببینم WF چقدره، کل WF حساب میکنم، بعد میام تناسب میگیرم، میگم تو هر یه متر 6 جول از دست میده، اون مسیر چند متر بوده. دقت کن، میام برای پاسخ مینویسم WF میشه ای بی منهای ای آ، همون ای دو منهای ای یکه. حالا بازشون میکنم، تو نقطه بی چی داریم؟ کاه بی. تو نقطه آ یو آ داریم، پس میشه کاه بی منهای یو آ. فرمولاشو باز میکنم، یک دوم ام وی بی به توان دو منهای ام جی هاش آ. دقت کن، همه شونو دارم، جرمو دارم، سرعتو دارم، ارتفاعو دارم و میتونم WF پیدا کنم. عدد میذارم، میگم WF میشه یک دوم ام که دو کیلوگرم بود، سرعت رسیدنش به پایین چهار بود به توان دو، منهای دو ده پنج که ارتفاعه. این چیه؟ جرمشه، جیه، اینم ارتفاعه. اگر اینو حساب کنم WF میشه منفی 84. همیشه هم پیشبینی میکنیم که WF منفی بشه، باید منفی بشه، چون کار نیروی استکاکه، باید کوسینوس 180 داشته باشه، پس باید منفی باشه. حالا فهمیدم که در کل مسیر این جسم 84 جول انرژی از دست داده، تلف کرده. پس یه تناسب ساده می نویسم، میگم تو هر یه متر، خود سوال گفته بود تو هر یه مترش 6 جول از دست میداد، حالا چقدر از دست داده؟ 84 جول از دست داده. پس مسیرمون چند متر بوده؟ یه تناسب ساده، دی می شود 14 متر. من حساب کردم که کلن چقدر انرژی از دست داده، بعد اومدم تناسب بستم، سوال گفته تو هر یه متر 6 جول از دست میده، من فهمیدم که 84 جول رو توی 14 متر از دست داده، پس طول مسیرمون 14 متر شد. مثال بعدی دقت کن، جسمی به جرم 2 کیلوگرم را مطابق شکل با سرعت اولیه 5 متر بر ثانیه مماس بر سطح رو به پایین پرتاب میکنیم. اگر سرعت جسم پس از 12 متر جابجایی روی سطح به 8 متر بر ثانیه برسد، کار نیروی استکاک چند جول است؟ جی مساوی 10 نیوتن بر کیلوگرم. دقت بکنید بچه ها، از این نقطه جسم رو دیگه رها نکرده، پرتابش کرده با سرعت 5 متر بر ثانیه، زاویه اینجا هم به همون داده و گفته که جسم میاد تا پایین صد، سرعتش میشه 8. پس من چی میگم؟ میگم اولا این هاشه، ارتفاع اولیشه، نمیدونیم هم چنده. بعد از طرفی این 12 متر روی سطح اومده، خود سوال گفته روی سطح، گفت بدون وتر سطح شیب دارته، این میشه ارتفاع، این میشه وترت. وترتو چجوری فارسی بیان میکنه؟ میگه پس از 12 متر جابجایی روی سطح. خب وقتی روی سطح میاد منظورش اینه دیگه. پس جسممون حرکت میکنه، میاد اینجا، سرعتش طبق گفته سوال میشه 8 متر بر ثانیه، سرعت ثانویه‌اش هم اینجا نوشتیم. حالا من باید این هاشو بدونم و به راحتی هم میتونم پیداش کنم، چون این زاویه رو میدونم. پس چی مینویسم؟ میگم هاش میشه دی سینوس 30 درجه، یا اگر خیلی حرفه‌ای باشی میگی زل مقابل به 30 درجه نصف وتره. عدد میذارم، 12 ضرب در 1/2 که میشود 6 متر. هاش رو لازمش دارم که ببینم ارتفاعش چقدر تغییر کرده یا ارتفاع اولیش چقدر بوده. بریم حلش کنیم. میگم هاشمون 6 متره، اممون هم که 2 کیلوگرمه. حالا میگم WF مساوی ای دو منهای ای یک. چرا ای دو منهای ای یک؟ چون دنبال اینم که کار نیروی استکاک یا انرژی تلف شده رو حساب بکنم. حالا تو نقطه دو چی داریم؟ وی داریم، ارتفاع نداریم، پس نقطه دو کا داره. نقطه یک چی داریم؟ ارتفاع داریم، اتفاقا سرعت هم داریم، پس هر دوتا رو داره. دقت کن چجوری می نویسمش، کادو منهای پرانتز کایک به اضافه یو یک. پرانتزو نذاریم نابود شدیم، حواست باشه این منفیه مال هر جفتشونه، پس کایک و یو یک رو تو پرانتز میذارم که منفی به جفتشون اثر کنه. حالا فرمولا رو مینویسم، یک دوم ام وی دو دو منهای یک دوم ام وی یک دو به اضافه ام جی هاش تو پرانتز جفتش. خب همه شونو دارم عدد گذاری میکنم به راحتی، میگم WF میشود یک دوم ام که جرمش دوه، 8 به توان دو کجاست؟ سرعت ثانویهشه که این پایینه، منهای یک دوم دو دوباره جرمش، سرعت اولیهش ببین وی یک اینجاست، 5 به توان دو این سرعت اولیه، به اضافه ام دو جی ده هاشمونم حساب کردیم 6 متر.
اگر اینو حساب بکنم WF میشود منفی 81 جول، یعنی در طول این مسیر 81 جول انرژی تلف شده، یعنی در طول این مسیر کار نیروی استکاک منفی 81 جوله. بریم مثال بعدی. جسمی به جرم 2 کیلوگرم از نقطه آ بدون سرعت اولیه به پایین لغزیده و پس از طی مسیر افقی BC مساوی 4 متر در نقطه C متوقف شده است. استکاک در مسیر آب ناچیز است. نیروی استکاک در طول BC چند نیوتن است؟ دقت کنید که این سوال ترکیب دو تا سطحه که اول خودش میگه مسیر آ تا ب طی میشه، استکاک ناچیز. بعد وقتی به B میرسه خب قطعا سرعت داره. اینجا قل میخوره میاد تو نقطه C متوقف میشه. وقتی تو نقطه C متوقف شده حتما مسیر BC چی داشته؟ باریکلا استکاک داشته، وگرنه گلولمون همینجوری ادامه میداد میرفت جلو. استکاک داشته که نگهش داشته. ازمون چی میخواد؟ ازمون میخواد نیروی استکاک رو، نه کارشو، نیروشو تو مسیر BC حساب کنیم. خب من از مسیر آب شروع میکنم که بدون استکاکه، یعنی استکاکش ناچیزه. پس چی میگم؟ میگم ای آ مساوی ای ب. خب حواستو جمع کن، نقطه آ چه انرژی داریم؟ باریکلا انرژی پتانسیل گرانشی، پس به جاش میذارم یو آ. تو نقطه B میدونم که میخوای بگی انرژی جنبشی داریم، اما عجله نکن. من میگم بیا ای بی رو مستقیما مساوی یو آ بذاریم و خود ای بی رو پیدا کنیم. چجوری؟ بگم ای بی مساوی ام جی هاش آ، این همون یو آ دیگه. عدد بذاریم، ای بی 2 کیلوگرم ضرب در 10 ضرب در 1 کنیم که جوابش میشه 30 جول. یعنی چی؟ یعنی جسم من در ابتدا نقطه آ 30 جول انرژی داشته، قل خورده اومده پایین، رسیده به بی، بازم 30 جول انرژی داره. چرا؟ چون مسیر آب استکاکش ناچیزه، بنابراین انرژی مکانیکی اولی و ثانویش یکسانن. احتیاجی نیست بیایم بگیم که تو نقطه دو سرعتش چقدر بوده، فقط کافیه انرژی مکانیکیشو پیدا کنیم. چرا دارم به این فکر میکنم؟ یه ذره جلوتر متوجه میشی، عجله نکن، دقت کن. بعد اینکه ای بی مساوی 30 جول رو پیدا کردم، میام سراغ مسیر بی سی. چی می نویسم؟ میگم مسیر بی سی دارای استکاکه، بنابراین چون مسیرم استکاک داره، فرمولی که استفاده میکنم دبلیو اف مساوی ای سی منهای ای بی. اینا از کجا اومدن؟ ای سی نقطه ثانویه است، ای بی نقطه اولیه مسیره، مثل ای دو منهای یکه، مساوی دبلیو اف. خب حواستو جمع کن، دبلیو اف یعنی کار نیروی استکاک، فرمولشو خوب بلدی، باریکلا منفی افکا در دی. ای سی نقطه سی چه اطلاعاتی داشتیم در موردش؟ باریکلا گفته بود که متوقف میشه، پس وقتی متوقف میشه روی سطح افقی هم هست، یعنی نه کا داره چون متوقف شده و نه یو داره. چرا؟ چون رو سطح افقیه، بنابراین ای سی مون هم مساوی صفره. خب ای بی رو هم که پیدا کردیم 30 جوله، عدد میذاریم، دی چیه؟ این مسیر بسه، خود سوال گفته بود بسه 4 متره، عدد میذارم منفی افکا ضرب در 4، ای سی که صفره منهای سی، از اینجا افکا میشود سی 4 روم، چون منفی و منفی رفتن، برابره با 7.5 نیوتن. نیروی استکاک رو پیدا کردم، کارشو نخواسته بود، اگه کارشو میخواست همینجا جواب میدادم، خود دبلیو اف مساوی منفی سی میشد، اما نیروشو خواسته یه لول جلوتر، بنابراین نیروشو به کمک تعریف کار نیروی استکاک پیدا کردم، منفی افکا ضرب در دی رو فرمولشو باز کردم و افکا رو پیدا کردم. حالا یه بار دیگه دقت کن، اینجا رو میخوام بهت بگم، اون پیش بینی که کرده بودیم چرا ای بی رو بازش نکردیم بنویسیم کای بی، یا حتی بازتر بنویسیم 1/2 ام وی بی به توان 2. یه لحظه فکر کن، فکر کن اینجا میذاشتی 1/2 ام وی 2، بعد چی پیدا میکردی؟ سرعت پیدا میکردی. وقتی میومدی مرحله جلوتر باید مینوشتی دبلیو اف مساوی ای سی منهای ای بی، یعنی خود ای بی لازم داشتیمش، دیگه لازم نبود بیایم سرعت نقطه ای بی رو بررسی بکنیم. بنابراین خود ای بی رو پیدا میکنم،
چون یه قدم جلوتر رو دارم میبینم، مسیر بسه. برای مسیر بسه من میخوام WF بنویسم. پس اگر خود EAB رو داشته باشم کافیه، دیگه لازم نیست بیام سرعتش رو پیدا بکنم. غلط نیست اگه سرعتش رو پیدا بکنی، اما وقتی سرعت رو پیدا میکنی دوباره بعد EAB رو محاسبه کنی. خب چه کاریه؟ از اول EAB رو پیدا میکنم، میام اینجا جاگذاری میکنم و WF رو یا خودشو اگر سوال میخواست یا نیروی استکاک رو که اینجا خواسته بود به راحتی پیدا میکنم.